سلام بچه ها چطورین؟ خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از فرشو تیوی من فرشیدم و به تازگی بازی گاد آف وار 2018 رو برای اولین بار تموم کردم توی این ویدیو میخوام در مورد پایان مخفی این بازی که احتمالا خیلیاتون ازش بیخبرین صحبت کنم اما قبل از اینکه بریم سراغ بحثمون حتما ویدیو رو لایک کنین و چنل رو سابسکرایب کنین که از من حمایت کرده باشین و برای ویدیوهای بعدی به من انرژی داده باشید. خب بعد از اینکه کریتوس و پسرش خاکستر فی رو از روی بلندترین قله نه قلم رفت تو هوا پخش میکنن به میدگارد برمیگردن و بعد از چندین صحبت میمیر ظاهرا شما کارتون تو بازی تموم شده و تو دنیای به این بزرگی ول معطلین ولی یه پایان مخفی وجود داره اگه بعد از کلی سختی و مشقتی که این مدت کشیدین به خونه کریتوس برگردین همون خونه ای که روزی کریتوس و بالدور روش مبارزه کردن و سقفش رو زدن پکوندن میبینید که کریتوس به آتریس میگه وقت استراحته و هر دوشون میخوابن بعدش یهو تصویر سیاه میشه و این جمله ظاهر میشه سالها بعد اتفاق عجیب اینجا میفته که اولین صحنه که بعدش باش مواجه میشیم خونه کریتوس و کریتوس و آتریس هنوز همونجوری خوابن که صدای رعد و برق با طوفان شدید اونا رو از خواب بیدار میکنه کریتوس سراسیمه از خونه میره بیرون تا ببینه چه خبره و همین که در و باز میکنه با یه مرد سیاه پوش قوی هیکل روبرو میشه چهره این مرد مشخص نیست اما همین که کریتوس ازش میپرسه تو کی هستی لباسش رو کنار میزنه و ما اون چکش معروف میولنی رو میبینیم و متوجه میشیم این فرد کسی نیست جز تور خدای طوفان و آزرخش و اینجاست که بازی تموم میشه و تیتراژ شروع میشه اما نکته جالبتر اینه که بعد از تموم شدن تیتراژ دوباره به زمان اصلی بازی برمیگردیم و همچنان تو خونه ایم اینجا آتریس به پدرش میگه من یه خواب بد دیدم زمستان طولانی به پایان رسیده بود و تور به سراغ ما اومد تو همین خونه کریتوس میگه اون فقط یه خواب بوده آتریس در جواب میگه درسته اما واقعی به نظر میرسید انگار آینده بود و اینجا بازی به پایان میرسه حالا این تئوری به وجود میاد که چطور کریتوس و اتریس بعد از سالها همچنان خواب بودن آیا بینش بیدار شدن و این فقط یه پرش زمانی بود یا اونا سالها خوابیده بودن تا اینکه با اومدن ثور بیدار میشن اگه اینا همش خواب اتریس بود پس چرا با تیتر سالها بعد روبرو شدیم و بعدش بازم برگشتیم به زمان اصلی و اتریس گفت که خواب دیده با در نظر گرفتن همه اینا میشه این احتمال رو داد که اتریس توی زمان اصلی بازی این خواب بودیده که ثور میاد سراغشون و این اتفاق سالها بعد عینا به واقعیت پیوسته و همونطور که تو گادافار رگنوراک شاهدش هستیم کریتوس و ثور با هم روبرو میشن بعد از مکالمه کریتوس و آتریس حالا میتونید دنبال ماموریت فرعی و آیتم ها و ترژر های مخفی بگردین این هم از پایان مخفی خدای جنگ 2018 مرسی از اینکه تا اینجا با منم راه بودین لایک و سابسکرایب یادتون نره دمتون گرمش قاد. تا یه چیز دیگه از فرشو تیوی خداحافظ